سلام بچه ها، خوش اومدید به پرژین کوکتل. من مایکل هستم. امروز میخوام یه کوکتل جدیدی رو به شما نشون بدم. حتما خیلیاتون آشنا هستید با این کوکتل. یکی از اوسون ترین کوکتل هاست و یکی از کوکتل هاست که به نظر من بچه های ایران و ایرانیا دوست دارن و میدل ایسترنیا و خاورمیانی ها از این مشروب استقبال میکنن. من میخواستم امروز به شما نشون بدم که چقدر آسونه درست کردنش و اگه حال کردید برای خودتون درست کنید و لذتشو ببرید. اسم این کوکتل هست موهیتو کوکتل. همینجور که میبینید من یه بطری ازش دارم، موهیتو. کوکتل خیلی خوبیه. خیلی مدل های مختلف میتونید درست کنید و مدل های مختلف دیگه هم دارن. های لیدیز رو من بعدا در فیلم های بعدی میذارم، اونم یه نوع موهیتوه، ولی امروز سیمپل آسون ترین مدل کوکتل موهیتو رو به شما نشون میدم که خیلی آسونه. این کوکتل رو با دو تا مشروب مختلف میتونید درست کنید، یکی با عرق که ودکای معمولیه، یه دونه هم با رام هست. با رام میدونم کوبایی ها و آمریکای جنوبی با رام درست میکنن و همه آدمای دیگه، بیشتر مردم دنیا با ودکا درست میکنن و من امروز با ودکا این مشروب رو درست میکنم، ولی با رام هم میتونید درستش کنید. برای درست کردن این کوکتل یه مادلر حتما لازم دارید، یه چکشی، یه چیزی که بتونید و چیزایی که میریزید تو لیوانتون رو له کنید و اون عطر و تروتش بیاد بیرون، که نعنا یکی از اوناست، لیمو یکی از اوناست و ما احتیاج داریم به یه چیزی که بتونیم اینا رو یه ذره له کنیم و با هم مخلوط کنیم. و یه جیگر طبق معمول برای هر کوکتلی که میخواید درست کنید یه جیگر لازم دارید که اندازه‌گیری کنید چقدر از هر چیزی میریزید، چون کم و زیاد بشه مزه کوکتل رو عوض میکنه. و ودکا لازم دارید، لیمو لازم دارید، لیموی سبز خوشگل خوشبو با تراوت و نعنا و شربت ساده، شربت سیمپل سیروپ خیلی خوبه داشته باشید، چون اضافه میکنیم توی این محلول. و همین، من این موهیتو رو استفاده نمیکنم چون آردی کل این لیمو و مینت تو این هست. مردمی که مثلا خیلی نمیخوان خودشون درست کنن یه چیز رو، ودکا رو با همین دوتا رو با هم قاطی میکنن و مشروبشون حاضره، ولی من امروز نشونتون میدم و بهتون میگم یه سری، هر بارتندر یا هر کسی مدل خودشو داره، ولی من این مدل سنتیشو امروز به شما نشون میدم که خیلی از آدما اینجوری دوست دارن، روش قدیمی تردیشنال سنتی رو دوست دارن درست کنن. خب برای درست کردن این محلول الان تقریبا 8 تا برگ، 8 تا هر چقدر میتونید، 8 تا 10 تا برگ نعنا تو لیوانتون باید بذارید. من یه ذره زیاد میریزم، شما نباید حتما مثل من زیاد بریزید، چون که دوست دارم من نعنا رو برم زیاد بریزم. بعد یه دونه لیمو لازم دارید، یه ذره باید اینجوری تکونش بدید، یعنی تو دستتون فشار بهش بدید که اون روغن لیمو در بیاد، یا روی تخته چیزی فشار بدید بوش قشنگ میاد بیرون، خیلی خوبه. بعد باید لیموتون رو ببرید. من چاقومو یادم رفته بود آوردم. من لیمو رو میبرم و لیمو رو بریده شده وارد لیوانم میکنم. همه آدم ها اینجوری دوست ندارن، چون میدونی توی لیمو دونش هست و پوستش هست و مزهش یه ذره متفاوت تر میشه. خیلی از بارتندرها و خیلی از آدمایی که صاحب نظرن توی میکسولوژی و درست کردن کوکتل‌های مختلف، آب لیمو به اندازه 30 میلی لیتر رو میریزن توی لیوانشون و آب لیمو رو میتونن، همین لیمو خودش 30 میلی لیتر اگه آبشو بگیرم و دفعات گذشته تو برنامه گذشتم گرفتم و تقریبا 1 اونس یا 30 میلی لیتر میشه، ولی من چون روش قدیمی رو میرم اینو قشنگ میبرم و پوستش هم یه بوی خیلی خوبی داره، به کوکتلتون مزه خیلی خوبی میده. من گوشه هاشو میزنم اول، نمیخوام گوشه هاش بره. بعد لیمومو میبرم، همین الان بوی قشنگ، بوی خوشبوی با تراوت لیمو اومده بیرون. بعد اینو به لیوانتون اضافه میکنید، همینطور هم تیکه دیگه شو میبرید. داشتم دستم رو میبریدم به جای اینکه لیمو رو ببرم. بعد
وقتی اینا رو اد کردید تقریبا یک اونس یا همون 30 میلی‌لیتر شربتتون رو میریزید توی لیوان. بعدم یک اونس ببخشید 2 اونس یا 60 میلی‌لیتر ودکا میریزید. یک اونس اونس پس 60 میلی لیتر هم ودکا میریزید، همون عرق، عرق خودمون. بعد میایید اینو قشنگ با این چکش فشارش میدید، یه ذره مزه لیمو و مینت و اینا بیاد بیرون. و در این حال میتونید اگه قاشق بارتندری دارید میتونید با قاشق بارتندریتون اینو قشنگ به هم بزنید. و قاشق هم لازم دارید، من یادم رفته بود توی برنامه بگم، خوبه که داشته باشه. هر قاشقی کارتون بیاد میتونید استفاده کنید. قشنگ این تو لیمو رو بالا پایین کنید و دوباره یه ذره دیگه اینا رو فشار بدید به هم که لیمو تمام اون اسمش عطر و طراوت لیمو و نعنا بزنه بیرون. و اگه تونستید به همش بزنید و یه ذره به هم بزنید خوبه. من یه بار دیگه هم یه ذره فشارشون میدم، یه ذره لهشون میکنم، ولی دیگه زیاد نمیکنم چون نمیخوام اون رب و چی میگن اون کمیکازی که زیاد جالب نیست، مزه خوبی نداره، مخصوصا مال لیمو بزنه بیرون. بعد اینکه رو به هم زدید، کار دیگه که باید بکنید اینه که یخ خرد شده به لیوانتون اضافه کنید. من اینجا یخ خرد شده رو حاضر کردم، الان به لیوانم آمار میریزم تا قشنگ سرد بشه. و نمیخوام زیاد بریزم، ولی الان باید این خنکش کنه، مشروب رو باید خنک کنه. حالا به نظر اول آسون میومد، ولی بعد فهمیدم که یه ذره کلن مسئله داره محیطو. یه ذره اینو سعی میکنم به همش بزنم. حالا مهم هم نیست اگه یه ذره لیموتون بیاد بالا یا بره پایین، بعد تا جایی که بچه رو به هم بزنید که یه ذره آب و شکرتون قاطی بشه با همه چی، عالی میشه. من واقعیتش رو بگم خیلی طرفدار موهیتو نیستم، یعنی خیلی نخوردم، یه بار یا دو بار درست کردم خوبه، ولی تا اونجایی که میدونم خیلی از بچه ها دوستام که اکثرشون هم ایرانی هن خیلی از این مشروب خوششون میاد و هر جا میرن میگن موهیتو بخوریم، بریم موهیتو بخوریم. ولی من واقعیتش طرفدارش نیستم، من چیزهای دیگه بیشتر دوست دارم. یا نمیدونم، شاید هم چون آسونه بچه ها دوست دارم، نمیدونم. و به اندازه کافی یخ باید بهش اضافه کنید که خنک بشه، چون اینو تو تابستون صرف میکنن و یک چیزیه که نمیذاره دیهایدریت بشید یا آب بدنتون رو برمیگردونه. این لیوان، این مشروب، این کوکتل حاضر شده. من نیم لازم دارید حتما برای خوردن این، چون نمیخواد تمام خورده یخ ها بره توی دهنتون، برای همین یه نی لازم دارید.
از این نیای خوشگل دادم گذاشتم. و برای گارنیش کردنم مینت باید بذارید چون با مینت درست میشه و لیمو. الان یه لیمو هم درست میکنم. یه دونه تبم بزنید بوی مینت بزنه بیرون. ببینیم دیگه چی داریم. خوشگل باشه. افتاد. این خوبه. اینم بذاریم اینجا. خیلی خوشبو و خوش رنگ شده. قیافش هم خیلی خوبه. جایی که میتونم بگم. و یه ذره لیمو بذاریم براش. یه دونه لیمو هم باید ببرید برای تزیین کردنش. اگه دوست دارید، اگه نه که هر جور حال میکنید. برای تزیین کردنش یه دونه لیمو میذارم. خوشگلش میکنه. بعد میتونید لیمو رو هم بخورید، مینت هم بخورید، همه رو بخورید. خب این کوکتل ما حاضر شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه ازش. بچه ها یادتون نره سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید و اگه کامنت یا هر نظری دارید به من بگید، با هم حرف بزنیم ببینیم چی میشه. تا برنامه بعدی امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشید و شب و روزتون خوش باشه.